حدود 80 سال پیش و زمانی که مجله تایم با دفعات بسیار کمتری چاپ می شد، اگر نام شخصی بر روی جلد اول این مجله قرار می گرفت، توجه بسیاری از جهانیان را جلب می کرد. مجله تایم دوبار عکس رضا شاه پهلوی را روی جلدش چاپ کرد که بار اول در سال 1938 بود، همان زمان که مجله تایم رضا شاه را کوروش قرن بیستم نامید. در آن زمان به دلیل در دسترس نبودن رسانه‌های جمعی مانند امروز، شاید خیلی از جهانیان شاه جدید ایران را نمی‌شناختند. اما با این اقدام این مجله مشهور بین‌المللی، همه نگاه‌ها به مرزهای ایران رفت و به شاه مقتدر و جدید آن روزهای ایران پرداخت. مجله تایم آن زمان با ادبیاتی نوشته بود که باید چشم از ایرانی که چنین پادشاهی دارد به دلایلی بر نداریم، و نوشته بود که هیچ کشوری اکنون در دنیا به اندازه ایران تحت سلطنت رضا شاه پهلوی علاقمند به پیشرفت و استقلال خود نیست، و این یک تحول بزرگ در منطقه‌ای با فرهنگ قدیمی خاورمیانه است. مجله تایم آن زمان نوشته بود که هیچ رهبری امروز به اندازه رضا شاه پهلوی پایبند حاکمیت ملی و غرور ایرانی نیست و او یک پادشاه ویژه برای سرزمین پارس است. البته مجله تایم با توجه به اقدامات رضا شاه یک پیشگویی هم از آینده ایران و آینده او ارائه کرده بود که متاسفانه به وقوع پیوست. با ما با ادامه این برنامه همراه باشید تا ببینیم این مجله مهم و معتبر بین المللی در مورد بنیانگذار ایران نوین چه گفته بود. مجله تایم پس از آن که در سال 1938 گفته بود که هیچ رهبری امروز به اندازه رضا شاه پهلوی پایبند حاکمیت ملی و غرور ایرانی نیست، گفته بود که شاه مقتدر ایرانی میتواند نجات دهنده ایران از زیر استعمار و یوغ انگلیسی ها باشد. این مجله نوشته بود که شاه ایرانی اکنون دست به کارهایی زده که اگر پادشاهان پیش از او جرأت داشتند باعث مداخله ناوگان انگلیس میشد. البته مجله تایم در آن زمان نسبت به تندروی رضا شاه در مورد انگلیس هم هشدار داده بود و گفته بود که شاه ایران شاید نتواند در مقابل واکنش انگلیسی ها مقاومت کند و قربانی عکس العمل آنها شود. مجله تایم می نویسد که رضا شاه با بازرگانان آمریکایی و اروپایی وارد مذاکرات تجاری شد که در گذشته جرأت آن نبود. رضا شاه بزرگ قرار داد دارسی را لغو و توانست امتیاز بهتری از بریتانیا بگیرد. رضا شاه به جای قوانین قرون وسطایی قانون مدرن را حاکم کرد. گفتنی است که قرار داد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 معادل با 1280 خورشیدی با دولت وقت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد. از طرف ایران مظفرالدین شاه، امین السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس الممالک قرارداد را امضا کردند. مظفرالدین شاه این امتیازنامه 18 ماده‌ای را در کاخ صاحب قرانیه در تاریخ 28 می 1901 میلادی برابر با 7 خرداد 1280 امضا کرد. شرکت نفت دارسی پس از 7 سال سرانجام در 26 می 1908 میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. بر اساس آن قرارداد امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت 60 سال به دارسی واگذار گردید. همچنین بر اساس این قرارداد دارسی متعهد شد ظرف 2 سال شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره برداری از این امتیازات
تأسیس کند و سالیانه مبلغ 20,000 لیره و چه نقد و نیز 16% از منافع خالص خود را به دولت وقت ایران بپردازد. اما در سال 1311 و در زمان رضا شاه، طرف انگلیسی به تعهدات خود کامل عمل نکرد و تنها 3/4 مبلغ تعهد شده را به ایران پرداخت و رضا شاه در واکنش به این موضوع قرارداد را یک سوی لغو و آن را مقتدرانه آتش زد. اما مجله تایم در سال 1941 میلادی هم عکس رضا شاه را بار دیگر بر روی صفحه اول خود قرار داد و نوشت: وقتی ایران دچار هرج و مرج بود، رضا شاه به عنوان یک سرباز خودساخته پدیدار شد. کار رضا شاه در ایجاد ایران نوین از آتاتورک در ترکیه دشوارتر بود. رضا شاه ایران نوین را از هیچ به وجود آورد. زمانی که از امپراتوری پارس و شاهان مقتدر ایرانی در تاریخ چیزی نمانده بود و آنچه که در ایران میشد دید فقر بود و فقر. رضا شاه بسیار ناسیونالیست بود، اما هر قدر که رضا شاه مقتدرتر میشد، نسبت به انگلیسی ها بدبینی زیادتری پیدا می کرد، به طوری که به صورت شیر بریتانیا پنجه انداخت و این شیر به پا خواست و با او کرد آنچه را که نباید می کرد. در همین راستا به نوشته کیهان لندن، رضا شاه در آن زمان فقر و فلاکت ایرانیان با ایجاد مؤسسات و صنایع جدیدی که میراث آن تا امروز همچنان پایدار مانده است، به مدرنیزه کردن کشور پرداخت. او یک ایران ضعیف و زخمی را در سال 1921 تحویل گرفت و به یک کشور مدرن و نوین تبدیل کرد. شاول بخاش، استاد دانشگاه جورج میسون ویرجینیا در ایالات متحده، می نویسد با توجه به پیشینه رضا شاه که در روستا بزرگ شده بود، آن هم با تحصیلات بسیار محدودش، این توانایی محض او و ارتقاء خارق العاده وی در رده تیپ‌های قزاق بود که به نظر غیر منتظره می آمد. همچنین حیرت انگیز است که مردی با چنین سابقه ای جذب ایده های برجسته ترین متفکرین اصلاح طلب زمانه خود بشود و آنها را نه تنها دنبال بلکه در کشور اجرا کند. با این حال با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 رضا شاه بی‌طرفی ایران را اعلام کرد. بریتانیا با پیشبینی احتمال مقاومت و ممانعت رضا شاه در برابر اشغال نظامی ایران، میخواست او را از سر راه بردارد. وزارت خارجه به بخش فارسی زبان بی بی سی مجوز 3 روزه داد تا با پخش انتقاد مستقیم از رضا شاه و تشدید آن به بهانه مصادره زمین، کار اجباری در املاک خود، دستکاری در انتخابات، بازداشت‌های غیرقانونی و سایر تهمت‌های ناروا زمین سازی کند. خانم آن لمتون که بعدها از برجسته‌ترین ایران شناسان به شمار می‌رفت، گفته است که مطالب مورد نیاز جهت پخش این شایعات پیشتر توسط وابسته مطبوعاتی وقت در تهران تهیه شده بود. در سال 1941 رضا شاه با این جفت‌سازی‌ها توسط بریتانیایی‌ها مجبور به کنارگیری از پادشاهی شد. شاول بخاش می‌گوید که او در بررسی این وقایع بیش از پیش تحت تأثیر دستاوردهای رضا شاه قرار گرفته است. او می‌گوید رضا شاه به دنبال ایران نوین بود و نه چاپلوس پروری. او با دیدن عکس خود بر دیوار محل به مدیر گمرک گفت: بیارش پایین، نیازی به عکس من نیست. او با اشاره دستش گارد احترام را هم مرخص کرد و گفت: اینها برای چیست؟ اصلا نیازی به این کارها نیست. از سوی دیگر انتخاب دولت مردان بریتانیا برای پادشاه جایگزین رضا شاه شامل شاهزاده محمد حسن قاجار میشد، برادر کوچکتر احمد شاه که آخرین پادشاه سلسله قاجار بود. سر آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا، در پیامی به تهران گفته بود که شاهزاده حسن به نظر من سربزیر و باهوش است، ولی نه به عنوان یک شخصیت مقتدر، در حالی که پسرش حمید عالی است اما فارسی نمی‌داند. و به همین دلیل است که با وجود هراس از تمایلات ولیعهد رضا شاه به سمت آلمانی‌ها، محمد رضا شاه پهلوی مسیر ساده‌ای برای به سلطنت رسیدن بعد از پدرش نداشت. گفته می‌شود که رضا شاه پهلوی در یک لحظه بسیار تلخ، هنگامی که برای مراسم شام پس از امضای تفاهم‌نامه 3 جانبه میان ایران، بریتانیا و شوروی آماده می‌شد، دامادش او را روی تخت دید که نشسته و می‌گوید: خدایا مرا مرگ بده، این چه افساری است.
در ماه مارس 1944 وی در نامه‌ای به شاه دخت شمس پهلوی نوشت که حال جسمانیم بد نیست، اما در مورد وضعیت روحیم بهتر است که چیزی نگویم. نخستین پادشاه پهلوی در ژوئن همان سال دچار حمله قلبی شد و یک ماه بعد در سن 66 سالگی در جوهانسبورگ درگذشت. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.